بهزاد نقوی معتقد از دیدن دو سالار موسیقی شجریان و علیزاده بسی مشعوف و خوشحالم. وجودتان از گزند روزگار در امان باد. حسین محمدی میگه شجریان با خواندن ترانه تفنگت را زمین بگذار خواهان دوستی و عدم خشونت شد، اما او را از خواندن محروم کردند. زیبا حسینی نوشته وقتی خواندن یک ترانه مثلا یار دبستانی من ممنوع میشه چون مردم رو یاد میر حسین موسوی میندازه، چه انتظاری از حکومت میشه داشت؟ اسفندیار ایرانی هم اینطور گفته به نظرم موسیقی اعتراضی ایران هم دچار خمودگی است، چون فقط در کلام معترض است و در موسیقی همان سبک و ملودی های قدیم را تکرار میکند. اسفندیار منفردزاده آهنگساز و موسیقیدان و آقای بهراد توکلی موسیقیدان و محقق حوزه موسیقی در استودیو با ما. آقای منفردزاده با شما شروع بکنیم. اسم شما با شاید در لیست کسانی باشه که وقتی مفهوم موسیقی اعتراضی به میان میاد یا اسم موسیقی اعتراض میاد اسم شما هم هست. اگر بخواید مقایسه ای بکنید با آن زمانی که شما در حوزه موسیقی در ژانر اعتراض کار میکردید با حال و هوای امروز موسیقی ایران. به هر حال من درود میفرستم به همه بیننده شنونده های این برنامه، شما و جناب توکلی و جناب توکل ببخشید. خوشحالم که فرصتی است برای گفتن اون چه که دلم میخواست بگم، که به خطا بسیارانی فکر میکنند که من و امثال ما و مجموعه کارورزان فرهنگ و هنر با کار اعتراضی انقلاب رو به وجود آوردند. راجب این باید توضیح بیشتر داده بشه تا روشن بشه که هنر معترض به تنهایی یا ترانه معترض یا اعتراض کارایی نداره به نظر من، چون این تجربه شده و حالا جزئیات شو باید به عرض میرسونم فعلا با این مقدمه. بفرمایید تفاوت موسیقی اعتراضی که قبل از انقلاب بود آقای منفردزاده وقتی که با موسیقی اعتراض امروز مقایسه میکنید، گروه های زیرزمینی کار میکنن، موسیقی در ژانرهای رپ پاپ خلق میشه، اگر شما بخواید مقایسه بکنید به چه میرسید؟ یعنی گذشته رو با امروز مقایسه بله. کنیم؟ بله. این اولا موسیقی اعتراض یا معترض میگیم، منظور روشنتر باید گفت کلام ترانه، یعنی شعر ترانه یا کلام ترانه اونو از حالت ذهنیت بیرون میاره و ملموسش میکنه. پس ما موسیقی اعتراضی نداریم، مگر بگیم موسیقی آوازی اعتراض یا ترانه اعتراض، ترانه معترض که شعرش تعیین کننده اون اعتراضی. بنابراین مقایسهش با گذشته اینه که در گذشته، خب همینجا بگم، در هر جای جهان سرزمین هایی که حاکمیت منتخب مردم نیست و مردم ناراضی هستند و احزاب آزادی سیاسی وجود نداره که احزاب کارشون بکنن، معمولا هنر و فرهنگ معترض باری به شورش میاد که اتفاقا فقط بیان درده و کمتر میتونه راه نشون بده، راه گشا باشه، اما فریادی است که نمیشه نزد نگفت. مقایسه کنیم پیش از انقلاب، بله این آزادی سیاسی چون نبود، هنرهای معترض و از اونها تو میان اونها کاراتر و مؤثرتر سینما بود ابتدا و بعد خب ترانه معترض، یعنی شعر ترانه معترض. خب اینا کارایی داشت ولی در چه حد؟ ببینیم واقعا نتیجهش، خب دیدیم که جامعه آگاهی نبود که انقلاب 22 بهمن 1357 رو جانب، یعنی نیروی انسانی انجام دهندش بود، چون آگاهی نبود. همین هنر معترض آگاهی لازم رو، آگاهی که باید جامعه داشته باشه برای یک انقلاب، نداشت. و اگر سرانی هم یا آموزگاران من اینها آرمانهایی داشتن که منم جزش، من هم داشتم آرمانها رو، ولی این آرمانها پیش خودمون، یعنی گسترده نبود در سطح جامعه که راجع بهش صحبت شده باشه و بعد جامعه بخواد بدون اینو نمیخواد چی میخواد. 38 سال گذشته، هنوز خب وضع پس از انقلاب رو باید اینجوری ارزیابی کنیم که به دلیل خفقان به مراتب بیشتر و اتفاقا چون ایدئولوژیکی و خفقان واقعا ایدئولوژیکی، این خفقان
جا افتاده، یعنی بر بستر فرهنگی که مقبولیت تام و تمام در اکثریت قاطع مردم ایران داشته و هنوز داره متاسفانه. اینو میگم که نقش، یعنی مقایسه که بکنیم فقط یک فریاد اعتراض، و اتفاقا این رسانه ها کمک میکنه، الان که بسیار میشه معترض بود و در هنرها و ترانه معترض، ولی میبینیم 38 سال، خود شما در مقدمه گفتید بیش از 3 هست به درستی فرمودید جناب عباسی، خب این معلومه که اثر اگر میکرد که نمیشد، همون اشتباهی که ما کردیم در اینکه خب نظم رو عوض میکنیم، چی جایگزین میکنیم؟ یک بار با آقای خاتمی اینجور شد، الان با آقای روحانی شده، دوباره هم خواهد شد، برای اینکه جایگزین باید راجع به هیچ جامعه روشن بشه و آگاه که اینجا هنر معترض، هنرها اصولا و حتی هنر معترض، حتی هنر حزبی بگیم، احزاب آزاد وظایفی دارن که وارد اون میشیم که در کشورهایی که استبدادی، حاکمیت استبدادی هست، فقط بیان درد هست، عاشورایی است و با حسین هاست که در بهترین شکل میکنن و برامت هم پس میدن، با یه وبلاگ زندان میرن، ترانه هم همینه، و ناگزیر میان بیرون. بیرون هم که میان جوان ها، نسل های بعد، هنرمندان، این کارگزاران موسیقی بگیم ترانه، میان نمیتونن، یعنی آزاد هستن کاری بکنن، میکنن، بسیار فریاد اعتراض هم سر میدن با کلامی در ترانه ها یا هر کاری دیگه. خب تأثیرش چه میکنه؟ 38 ساله نمیتونه کاری بکنه، چون از وظیفه خودش دور شده و کار حزب رو میخواد انجام بده، نمیتونه. و این اتفاقاً این روش و انتظار از هنرهای معترض داشتن از جامعه رو در یک کلام سرگرم میکنه، به جای پرداختن به اون اصلی که باید پرداخته بشه، مثل جهان باز و آزاد، فرض کنیم اروپا، حتی آمریکای جهانخوار، مردم در اعتراض به ناهنجاری ها تظاهرات میکنن، نشریه دارن، رادیو دارن، روزنامه دارن، تلویزیون دارن، همه اینا هست، کارشون اونجا میکنن. کسی هم دوست داشت هنر معترض رو به کار بگیره، بله اون موقع میگیره، اتفاقا وظیفش روشنه، برای من شرحش رو میدم اگه وقت باشه. و سپاسگزارم آقای سپاسگزارم، اجازه بفرمایید برخواهم گشت با شما با ماهیت شعر ترانه های اعتراضی. آقای توکلی، شما حرفای آقای منفردزاده رو شنیدید، من فکر کنم شما اصلا به هنر اعتراض اعتقادی نداری. اعتقاد که اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای منفردزاده، استاد گرامی. حرفایی که زدن خیلی من اتفاقا شوک شدم، چون یه سری از این حرفا رو خودم بیرون داشتم به شما می‌زدم و برای من جالب بود که ایشون هم همین نظر بار دارن. بله، ولی من اصلا بشنم یه آقای ولی به هر منظورم اینه که، یعنی میخواستم بگم که چیزی که الان من اضافه میکنم به سخنان ایشون اینه که بسیاری داره چه باری رو بخوایم از موسیقی یا هنر اعتراض داشته باشه. شعر ایران و فرهنگ شعری ما خیلی نمادگرا و استعاره‌گراست، و این استعاره و نماد و تبدیل میشه به کنایه و تبدیل میشه حتی یه جاهایی به متلک، و خیلی ایشون به درستی اشاره کردن که اتفاقا خیلی جاها نتیجه که نداره، هیچی، ظرفیت کنشگری جامعه رو هم برمیداره به خودش مشغول میکنه. یعنی همون طور که اصلا انتظار تغییر آفرینی از هنر یک باریه که یه رسالتیه که به دوش هنر بیشتر چپ ها گذاشتن، یعنی از رئالیسم سوسیالیستی دوره شوروی زمان استالین این قضیه شروع شد و توی جوامع ما هم خب رسوخ کرد، خیلی هم رسوخ کرد، دوره خب همه چپ بودن، واقعیتیه، به خصوص در موج دوم چپ که از اندیشه های سارتر و دهه 60 اروپا اومد تو ایران، و اتفاقا خیلی اونطور که آقای منفردزاده گفتن که خیلی هم تحتشون جامعه با حرف جامعه نبود، خیلی حرف بیرون بود. خب براد، اگر ماهیت فرضاً به قول شما ماهیت تغییر پذیری نداشته باشه، حداقل بیان ناعدالتی ها که هست هنر من چیزی رو بگم، من میخواستم اینو بگم، من به هنر اعتراضی خیلی اعتقاد ندارم، خیلی به اعتقاد ندارم که بتونه کاری بکنه، وجود داره، نمیتونم بگم اعتقاد ندارم که هست، خیلی اعتقاد ندارم که بتونه کاری بکنه، ولی معتقدم هنرمنده که باید معترض باشه. من تا
در طی این 10 سال کاری کردم خودم میگم خیلی های دیگه من اگه اسم نمیبرم اینجا مجبور میشم به خودم اشاره کنم، به خاطر اینکه اون دوستانم ایرانن و براشون دردسر میشه. خیلی ما خودمون شروع کردیم به اعتراض از حقوق خودمون، مقاله نوشتیم، صحبت کردیم، مصاحبه کردیم. ما وقتی نتونیم حقوق خودمون رو به عنوان هنرمند مطالبه بکنیم، چجوری میخوایم حقوق جامعه رو مطالبه کنیم؟ و بعد نارسایی های جامعه رو شروع کردیم به گفتن و بابتش هزینه دادیم و و و و و دادن دوستان. خب من میگم هنرمنده که باید مسئول باشه. هنر فی ذاته مسئول هیچی نیست، اتفاقا هنر در آزادی و بیمرزی ایدئولوژیکی که شکل میگیره و متبلور میشه. من یه اشاره کوتاه کنم، بهتره که استاد منفردزاده اتفاقا تو این زمینه بیشتر صحبت کنن. من فقط چند تا اشاره کوتاه تاریخی برای شما میکنم. دیوار برلین که فرو میریزه، مردم عظیمی جمع میشن و اونجا در دروازه معروف برلین سمفونی 9 بتهوون اجرا میشه. درست. نه یک آهنگ ضد کمونیستی، دقت کنید، و اون تاثیر عظیم رو میذاره. دومیش دوست دارم به استاد بزرگ موسیقی ایران جناب لوریس چکناوریان اشاره کنم که ایشون خیلی دوست داره این ایران رو به عنوان میهن خودش که ارمنی تبار هستن. ایشون وقتی که تو ارمنستان داستان فروپاشی شوروی به وجود میاد و درگیری هایی با آذربایجان و اون جنگ های سلام معروف که حالا خیلی نمیخوایم بایدشیم، بلند میشه میره اونجا و این مردم رو حول این پرچم ارمنستان متحد میکنه با اجرای هر شب موسیقی، منطقه نه موسیقی اعتراضی، سمفونی. خب سمفونی های مختلف در موسیقی کلاسیک و موسیقی میتواند مردم رو جمع کنه. خب شاید براد ما یاد نگرفتیم یا تمرین نداشته جامعه ایران که از یک موسیقی نرمال اون نتیجه لازمه رو. استاد درست گفتن، ما 40 ساله تا اونجایی که من میشناسم که مطالعه کردم و قبلش حالا ما فقط میدونستیم که چی نمیخوایم و نمیخواهم همون رو فریاد زدیم. تا جامعه خواسته هاش نهادینه نشه هیچ اتفاق نمیفته. موسیقی بیاد به چی، هنر بیاد به چی رو بخواد فریاد بزنه؟ خب به قول شاهین نجفی موسیقی اعتراض به داشته ها و آرزوی نداشته هاست. من آرزوی نداشته ندیدم واقعیتش توی چیزی که توی کار حالا ایشون چون اسم بردیم، بیشتر من اون چیزی که دیدم اعتراض به قول شما به وضع موجود و یه جورایی بیرون افکندن عصبانیت و خشمه. یعنی چرا هنرمند عصبانی میشه؟ من نمیگم حق نداره عصبانی میشه، کاملا حق داره عصبانی بشه، ولی من ارزش یک گفتگویی که هنرمند با حاکمیت با مردم برقرار میکنه و حرفشو میزنه و حرفشو میخواد، خب ارزشش رو، یعنی ارزش نه، تاثیرگذاریشو خیلی بیشتر میدونم. ممنونم براد. آقای منفردزاده شما به ماهیت شعر و ترانه ها اشاره کردید، آیا واقعا موسیقی، اگر موسیقی اعتراضی داشته باشیم، خود موسیقی هیچ باری نداره در تبدیل یا تعریف موسیقی اعتراضی؟ فقط شعر هست که این وظیفه رو بر عهده داره؟ خب اینجوری بگیم که به همین سادگی نمیشه گفت اون سال اصلی که ظرف اون شعر هست موسیقی بی تأثیره. نه، به میزانی که انجام دهنده یا اون هنرمند یا کارواز اون تلفیق کلام، تلفیق موسیقی خودش رو با کلام میشناسه و تجربه داره و توانایی داره، به اون به اندازه‌ای که این تلفیق درست بوده باشه خب تأثیرش رو داره، تأثیر مثبت داره و اون کلام رو بیان میکنه. نهایتا اون کلام هست و اتفاقا در عادت جامعه ما ترانه نقش، یعنی کلامش اینقدر ناهمجنس، ناهمگون با موسیقی گفته و ساخته و اجرا و پخش شده 100 سال از روز رادیو دست کم عمومیت پیدا کرده و شلختگی در سازندگان رو عرض نمی کنم، شنونده ها هم همونجور، سلیقه ها پایینه. این سلیقه ها براش مهم نیستش که این کلام درست هست، موسیقیش مهم، عادت کرده به شنیدن، تأثیر کلام بالاست. اما اینو برگردیم که آقای توکلی به درستی عزیزم اشاره میکنه که چی نمیخواین. خب بله، آیا همینطور که اشاره کرد ایشون اهل موسیقی، اهل هنرها، یعنی کارورزان هنر، میگم فرهنگ هنر کارورزان، من نمیگم هنرمندان، برای اینکه میان کارورزان
آیا من واقعا هنرمندم؟ دائم همه آثارم ارزش‌های هنری داشته، ولی کارورزان هنر همه ما بودیم. خب این منافع مشترک میان کارورزان فرهنگ و هنر وجود داره و مسئولیت هم روش هست، برای اینکه به هر حال خودش رو یک گام دست کم بیش از عوام، پیش از عوام، جلوتر از عوام خودش رو ارزیابی میکنه، باور داریم. حالا فضایی که لازمه که کارورز فرهنگ و هنر به خلاقیت دست بزنه، اون میزان ارزش‌هایی که پیش میاد درست توانایی فردی هست، اما خط قرمز هر چقدر بسته تر و محدود کننده تر باشه، جلوی خیال هنرمند که یعنی واقعا کارورزان هنر و فرهنگ این پرواز خیالشون هست که زیبایی آفرین میشه و ارزش‌هایی که ناشی از اونه، یعنی یکی از عوامل اصلی آزادی اندیشه کارورزان فرهنگ و هنره که ارزش‌ها رو میبره بالا. آقای منفردزاده، شما به مخاطب شما به پرواز خیال اشاره میکنید. تشخیص کیفیت بهتر و بهتر پیدا میکنه. آقای منفردزاده، شما به پرواز خیال هنرمند اشاره میکنید. همونطور که اشاره کرد جناب توکلی، من خودم نمیشناسم. این نقطه اول به نظر من ابتدا آزادی است. یعنی وقتی کنسرت موسیقی رو تعطیل میکنند، مجسمه‌ساز این خیالش نیست. خب آقای تناولی وقتی مجسمه‌شو میگیرن میریزن و اون هیچ رو خراب میکنن، ویولونیست یا بازیگر تئاتر، کارگردان سینما، گرافیست، انگار اتفاقی نیفتاد. اشکال اینجاست که در کشورهایی که حالا بر نمیگردیم وقتی نیست، به هر دلیل آزادی سیاسی وجود داره، من نمیگم عدالت اجتماعی مطلق، نه، آزادی سیاسی وجود داره، یعنی بیان اندیشه سیاسی راحت، بابتش نه کسی اوین میره، نه زندانی، نه شکنجه و طبیعتا نه اعدام. این خود این آزادی باعث میشه که گروه های مختلف، پس کنید سندیکا های مختلف، صنف های مختلف، مثلا بخش های جزئی به میل و سلیقه اون گروه فرهنگی هنری ایجاد بشه و از برایند همه اینها بره یه اتحادیه بزرگی درست بشه. بعدا در کشورهای مثل ایران که چنین آزادی های سابقه نداره، وجود نداشته، آزادی سیاسی نداشته، همیشه زندان و شکنجه و حبس و فلان بوده، این یک خواسته که خودش برایند زیبایی خواهد داشت، امیدوارم یه روزی بالاخره اتفاق بیفته، این اتفاق حکم میکنه، اینو من سلیقه من به من حکم میکنه که اینو اینجا در این فرصت بگم، همه کارورزان فرهنگ و هنر ایران، کارورزان بی ارزیابی کیفی بدونه، چون ارزیابی کیفی اولین اهرم تفرقه است. این کارورزان فرهنگ و هنر همه بدون استثنا خانواده دارند، سفره دارند، پیری دارند، احتیاج اتاق و سرپناه و همه اینا رو دارند. اینکه کسی خوب آقای منفردزاده، شما صدای من رو میشنوید؟ آقای منفردزاده صدای من رو نمیشنوند. آقای توکلی، شما اشاره میکنید به اینکه شعر، ترانه ها یا موسیقی اعتراض پشت استعاره پنهان میشه، آیا این از خودسانسوری هنرمند پیش میاد یا اینکه اون رندی و ظرافت ادبیات فارسیه که کمک میکنه به این قضیه؟ هر دو شاید، ولی به هر حال در طول تاریخ ادبیات ما خیلی استعاری، در دوره های به خصوص خیلی استعاری شده و این پیام مستقیم حتی یه جاهایی تبدیل میشه به سفارش، میشه سفارش، نه، میشه از شما خدمتون نصیحت، پندگویی. خب مثلا کاری که استاد عزیز جناب استاد شجریان خوندن در ایام وقایع پس از انتخابات، جنبش سبز، به تفنگت را زمین بگذار، خب شعر رو که میخونی از ابتدا تا آخر انگار مانیفست داره برای شما، میگه که یعنی داره پند میگه به شما، خب تا اینکه بخواد بیشتر جنبه اعتراض داشته باشه، تازه اون شده نماد موسیقی اعتراضی اون دوره در واقع. ولی به هر روی این استعاره و کنایه در این حال که زیبا میکنه شعر رو و حتی اثر رو، در این حال خونساش هم میکنه. عرض کردم تبدیل میشه به متلک. خیلی جاها میگن اوه فلان شاعر دیدی چه حرفی زد توی مثلا مجلس اومد، خیلی دیدم من، مثلا آقای سایه اومده بود یه جایی، آقای بقای حداد داده، گفت
شعرهای من فقط شعرهای قبل انقلاب نیست، مال دهه 60 هم هست. توی این جامعه روشنفکری یک ولوله افتاد، آقای سایه چه گفتن؟ خب چه گفتن؟ خب مال دهه 60 هم، خب بله دهه 60 هم شعر گفتنشون اعتراض هم کردم، ولی خب حالا اون سخن چه تأثیری گذاشت توی این مجموعه؟ متوجه هستین چی میگم؟ یعنی یه جوری انگار تخلیه انرژی میکنه فقط جامعه با این مدل موسیقی و این مدل هنر. سپاسگزارم.